بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو بایادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو بایادت آرام جان من. ای خالق یکتا، ای خوب و به همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را. هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو بایادت آرام جان من، آرام جان من. تو خالق و دشت و کوه و بیابانی، رحیم و رحمانی خدای سبحانی، بخشنده و دانا، محبوب و خوبانی. دارم به تو امید وقت پریشانی، وقت پریشانی. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام ای خالق معنان، خدای انس و جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، از لطف و از احسان. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو بایادت آرام جان من، آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو بایادت آرام جان من، آرام جان من. شما خواهرای عزیزم میتونین که بشینین در جایتان. شب شما بخیر باشه و جا داره که تشکری بکنم از تمام عزیزا که بیننده برنامه امشب هستن و خوش آمدین به برنامه امشب. ما هم در خدمتتان هستیم با داشته های جالب و دیدنی که امشب تقدیم شما میکنیم و تشکری میکنم از شما. خوب است که با یک سرتیمشان هم یک کم صحبت داشته باشیم و بپرسیم که چقدر آمادگی گرفته بودن و در چند روز نتره تمرین کردن. خوش آمدی خوارزم به برنامه. اگر لطف کنی خودت استاد چایی و خدا یک معرفی بکنی و همچنان اعضای تیم تا هم بر ما نامایشان رو بگویی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خاص برای شما. خصوصی ستانی هستم و تشکر کردنگین تلویزیون طلوع و امشب. گلشان جان رحیمی، مژگان جان رحیمی و عایشه جان رحیمی، طاهره جان رحیمی و در یک هفته نت ما را آمده کردیم و اینجا آمدیم. تشکر بسیار زیاد. یک هفته تمرین کردین؟ بله. حتما در مدرسه که میرفتین دیگه تمرین میکردین؟ بله. چقدر وقت میشه که مدرسه میرین؟ یک نیم سال، سه سال، دو سال میشه که مدرسه میرین. سه سال یا دو سال میشه که میرین مدرسه. تشکر خوارزم، میتونی که در جایت هم بشینیم. موفق و سربلند باشین انشالله. عزیزا شما هم با ما همراه باشین. داشته های جالب و دیدنی ما هنوز در برنامه باقی مانده. نجیب جان هم آمده با مهمان عزیز خود صحبت های داره و قبل از اینکه با مهمان خود صحبت ها رو شروع بکنه، رفت و برگشت خیلی کوتاه داره. خوش آمدید بینندگان عزیز. تشکر از همکارم زاهده. صحبتایش شنیدید و امیدوار هستم تا پایان هم بیننده برنامه امشب باشید. امشب خواستیم که در بخش ورزش مهمان داشته باشیم و قصه کنیم و صحبت. اما قبل از اینکه از مهمانمان دعوت بکنیم، جا داره که خوش آمد بگیم به عزیزایی که دو طرف ما هستن. خوش آمدین دوستا، شبتان بخیر. شب شما همچنان بخیر. امیدوار هستم که شب ها و روزها را بخیر سپری بکنین. فصل بهار هست و فصل امو
نفس تازه هست و شاد بودن هست. امیدوار هستم دمتون راست، دلتون شاد باشه و بیننده برنامه امشب باشین. قبل از اینکه مهمان ما را همچنان دعوت بکنیم، جا داره تشکری هم بکنیم از حامی مالی برنامه. با نوشیدن انرژی آیس کینگ قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرید. نوش جانتان. خب جناب استاد سید جواد حسینی مربی تیم ملی جوجیتسو را با خود داریم، ما ازشان دعوت میکنم بیاین در مورد دستاوردهای تیم ملی جوجیتسوی کشور خودم افغانستان باشون صحبت داریم. جناب حسینی صاحب خوش آمدید، بفرمایید. افتخار جنابش باشین. خوش آمدید استاد. السلام علیکم. خوب هستین استاد؟ شب شما بخیر. بخیر هستین. این ترتیبه دیگه ما بلد نیستم استاد. میگن ری. ری. قربانتان. بفرمایید. سلامت باشین. ساعتون خوب استاد؟ الحمدلله. بخیر آمدید ان شاء الله. خیر نصیب شد. خیرتی بود. قربانتان خیر خیرتی سلامت. خدا را شکر از طرف شب هم ازدهام هم کم می باشن. دقیقاً دقیقاً بسیار راحت میره و میگه. شکر شکر استاد. زنده باشین. ساعتون خوب است؟ الحمدلله. خوب است که در مورد تیم ملی جوجیتسو کمی بفهمیم، در مورد دستاوردهایشان که در این سال 1402 چه دستاوردهایی داشتن، مخصوصا برنامه ها و پلان به سال 1403 چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت بنده امشب طلوع. طلوع که یک برنامه جهانی حامی ورشکارا حامی جوانا بودن، افتخار می بخشد در کل میهند ما. برنامه قسمی که اشاره کردید سال 1402 بسیار یک سال خوب برای ما بودن، از اوی که ما تغییرات تحولات به جامعه ما، به حکومت ما، به شریعت ما آمدن، علال خصوص برای ورشکارای ما تحولات زیاد بودن. الان سال اول که 1401 ما چون دستاوردهایی نداشتیم، چون از هم پاشیده بودن، سال 1402 که توانستیم بچه های تیم ملی را به تیم ملی را برگزار کنیم، بهترین نخبه های خود را دوباره جمع آوری کنیم. بین از این نخبه ها ما توانستیم که در مسابقات بین المللی، مسابقات آسیایی که المپیکی بودن، توانستیم که 3 فایتر و 1 مربی که اما ایهد از طرف دولت دن در مسابقات المپیک چین اشتراک کنه، یکی از دستاوردهای فدراسیون ملی جوجیتسو اینجا در قبال از برنامه که رئیس فدراسیون ملی جوجیتسو سید رحمان رحیمی که واقعا زحمت میکشن و ضمن زحمت اونها هیئت رهبری فدراسیون ملی جوجیتسو که در قبال از برنامه ها هستن و خیلی خرسند هستیم در بخش. حسینی سیب از اون حرکات یا همان اون اجرایی که جوجیتسو داره هموطنان ما بیشتر نمیفهمند، شاید به تعداد زیادی نامعلوم باشه یا گنگ باشه، حداقل که جوجیتسو چه قسم ورزش است و ورزشکاران رشته جوجیتسو چه کار را باید انجام بدن؟ رشته جوجیتسو که رشته ژاپنی هستن، یک کلمه که ژاپنی و از خود ژاپنی در معمولا در ژاپن به نام مدارهای ورشای رسمی یادآوری میشه و جو به معنای نرم لطیف، جوسو به نام کشش و رفتار روی زمین و خفک و شکست من و منطق میتن. البته در افغانستان ما تلاش کرده در مدت که 1380 بنیادگذاری به نام محمد فهیم فدایی بنیادگذار فدراسیون ملی جوجیتسو بودن، همچون در قبال بعدیش که رئیس فدراسیون محمد صابری بودن که واقعا زحمت هر یک اینها کشیدن، ولی در تلاش از که جوجیتسو را در سطح کشور ما معرفی کنند، در قبال از در این وقت که دسترس ما هستند رئیس فدراسیون ملی جوجیتسو میخواد در تک تک خانواده ما، در تک تک هر یک جوان ما در سطح افغانستان ما معرفی کنیم که جوجیتسو چیستن. جوجیتسو یک رشته است که حاسب پذیرش در نگاه تمرین کم هستن و از هر نگاه و از هر لحاظ از هر تکتیک کشش و کردارای نیک نهفته هست که از این ما مستفیدیم، هم پیر ما و هم جوان ما و هم بخش خانمای ما در خانه میتونه که نرمش هایی را استفاده کنه. کسایی که تکلیف در مادرها از جمله که از پایمانده و یا اکثر از دیسک کمر و مشکلات های دیگه، فشار و چربی خون، یک نرمش هایی دارن که کلن به زمین کار میشه، نرمش های بلند هم داره که میتونه قهرمان ها از حرکت های دوم، سوم، چهارم، پنجمش اجرا بکنه، استفاده بکنه، به قهرمانیت، به آمدی مسابقه شون و میتونه کسای دیگه هم به خانواده ها هم در خانه از حرکت های روی زمین استفاده بکنه، از پای مانده و دست مانده که هستن. بله. حالا استاد، پس جوجیتسو در پلیسی که رشته ورزشی مستقل فدراسیون داره و رسما در سطح بین المللی مسابقاتش برگزار میشه، ای که واضح و هویده و معلوم است. بله. پس فایده هم داره به خاطر هر کسی که یک تکلیفی داشته باشه، مخصوصا کسانی که از دسک کمر و از این تکلیف ها شکایت میکنن. 100% ما توانستیم که در حدود خودم که سال 8
مربی تیم ملی فدراسیون ملی جوجوسو هستم و تشکر میکنم از کسایی که در بخش تانوز عربت لیاقت چرا دانستم من لیاقت این بخشم ندارم باید بیشتر از این باید در سطح کشور کار میکردیم از انرژی های مثبت افغانستان استفاده میکردیم که نتانستیم البته ما لیاقت چرا نداریم دوستا که لیاقت دانسته که کوچک نوازیشان هستن 100% میتونه که از این بخش ورزش از ورزش معمولا میتونه کلی استفاده مثبت بکنه چون خیلی خانوادی خوب و همبستگی هماهنگی در سر تا سر دنیا هستن ورزش همی بودن که جنگ بعد جنگ جهانی دوم ورزش بوده که ارتباط کننده دنیا بودن بر فعل هم هر مرز و هر دوری ها هر درس ها را میتونه که ورزش نزدیک بکنن تنها جوجوسو نه تنها رشته های پالوانی نه و کراته و بوکس میمینه هر یک ورزش میتونه میاره تمام انسانی باشه چون ما در شاهده ازی هستیم که ورزش میگیم که به دنیا میم با دست و پا میاییم اگر دست و پا هستیم یک جسد هستیم اگر جسد باشیم میگیم معمولا میگیم که مرده هستن دیگه وقتی دست پا میزیم میگیم حیات هست صدا میکشه هنجره میمی که صدا میکشیم خودش ورزش هستن بله. امی که حرکت میکنیم تا بالا میشیم گپ میزنیم امی دقیق ما گپ میزنیم حرکت دست و انفون واسه خودش بله. ورزش هستن وقتی که از دنیا میریم هم اگر ما از حرکت تحرک بمانیم بدن اشریان رک ها که از تپش بمانن میفهمیم که مردن وقت این در حالت زنده بودن تا به دنیا آمدن ما ورزش است برافتن ما ورزش است باید ورزش است خب. استفاده بکنیم حسینی سه پس جوانایی که اینجا هستن در همین رشته زحمت میکشن شب و روزی اینا در چه سطحی باید برسن که در مسابقات بیرون مرزی هم اشتراک بکنن یعنی چه دستاورد هایی داشته باشن تا چه سطح و مرحله خب ما چند کاتگوری داریم اگر چند در این بخش جوانان ما در تلاش هستیم که روی کلاپ ها روی دست بگیریم کمربندشان مختلف کمربند مختلف است کمربند سفید و سرخ و سبز و به مت بلان می تو کمربند سیاه دانه داره دانه 5 و 6 و 7 داره که دینیا سیندا دیگه تقاضا نمیکنه دای که بربندای 5 و 6 دانه میتونه که سیندای 40 و 50 و 60 سالگی اینا رو به دست بیارن معمولا ما از روی کمربند هم داریم و از روی استعداد ما قد و قواره رو کار نمیم فقط روی استعداد ذره داریم هر بچه که در تیم ملی سال به سال برگزار میشه از زحمت هیئت رهبری فدراسیون اینجا استعدادهایی که میتونه که 2 سال کار کشد 10 سال کار کشد 1 سال کار کرده باشد میتونه در تیم ملی که با حریفایی که روبرو میشه با وزن خود کاتگوری وزنی هستند که 3 حریف برابر شد 5 حریف برابر شد 10 حریف برابر شد بعد بجنگن یک جنگجوی با شناخته شناخته بعد دقیقاً اینجا ما میتونیم انتخاب کنیم از تیم ملی بعد از تیم ملی باز ما میتونیم در کاندید سفرهای بین المللی بیرون از مرزی باشه بیرون مرزی ما وقتی روان میکنیم بهترین استعدادهای تیم ملی را اسپارینگ میگیریم که اسپارینگ بهترین ها از بین بهترین انتخاب شه باز وقت ما میتونیم که اینا را در قبالش تمرینات و به بخش های مشکلاتش را و کمک همکاری دولت اینا را به سفر باز ما درست پس مراحلی است که جوانان باید تو را سپری بکنن که به این مرحله برسن دقیق. حالا جناب استاد پس این در یک مرحله خاص مثلا ببینید که وقت مسابقات برگزار میشه یک تیم رفت به بیرون از افغانستان حسینی صاحب دستاوردی را که باید مدال را که میگرفتن نگرفتن دقیق تنزیل کردن پایین آمدن این تأثیری هم داره سر آینده ای تیم تنزیل کردنشان داره 100% ما ایره دستکم نگیریم چون میتونه با مشکلات های هستن که ما مشکلات های تکنیکی گفته میتونیم علال خصوص ما کشور جنگ زده هستیم که مشکلات های روبرو اگر روحی که ما داریم اگر دیگه دنیا داشته باشد هرگز در مسابقات های بین المللی را پیدا نمیکنه پا گذاشته نمیتونه و می جوان های این وطن سرزمین هستن که با انرژی های مثبت با توانی های اساس هستن که میرن شکم گشنه با این بدبختی هایی که تمام مشکلات های در وطن ما بوده رخ دادن بر فعل چند روز ما از نگاه امنیت برخوردار هستیم واقعتا نمی بگه که 3 سال است روی 3 سال میشه که امنیت در روح ما آمدن ولی یک به یک ما نمیتونیم اقتصاد تغییر بدیم یک به یک ما نمیتونیم مشکلات های دیگه خورد به روحی خود تغییر بدیم چون یک جنگ زده هستیم با این هم ما میرم بیرون از مرزها با این از بیرون مرزها هم در قبال ازی هستن که جوانای ما مایس نمیشه مایس تاثیر خود دارن ولی در تلاش ازی هستن که ما با اون میدان هایی که حاضر میشیم بچه‌ای که انگیزه رم نداشت شد ما هایی که استاد خود میگیریم در قبالش کوشش میکنیم که انگیزه ایجاد کنیم برنامه ایجاد کنیم مثل تشکر میکنم و شما که همچنین اگه انگیزه به جوان ها یک سرگرمی هستن یک چند دقیقه ذهنش از اقتصاد یا از حالتی در خانه یک مشکل داره در زندگی مشکل داره ذهنش به یک طرف دیگه میره و مثل شما ما هم در تلاش ازی هستیم که برنامه های ورزشی سرگرمی بیرون
از کابل از ولایت ها مرزها یک مسابقات برگزار کنیم، یک یک چیزای تفریدی برش ایجاد بکنیم، یک ارتباطات با یک امکاناتی که در یک جای دسترس یک دوستای معصب برقرار کنیم که مجبور نه یک تفریح کنه. این می تنها دسی ما میان و چیزی که دسی میان از دس دولت ما هستن، دولت ما در تلاش و امید ما هستن که یک کاری 100% به جوانان بنیادی بکنه. تشکر حسین صاحب، سپاس از حضورتان، سپاس از جوانانی که اینجا آمدن و واقعیت هم نیاز است که تا بیشتر توجه صورت بگیره و ما سپاسگزاری میکنم که شما زحمت میکشین بالای جوانان، مخصوصا نوجوانایی که حتی در تیم شامل هستن، هر کدامشان با شوق علاقه به برنامه امشب هم که آمدن و محرکاتشان را میبینم که چقدر ماشاءالله خوب اجرا میکنن. تشکر حسین، لطفشون است. تشکر، بخیر باشین. سپاس از شما بینندگان عزیز همچنان که بیننده برنامه امشب هستید. وقفه کوتاه میگیریم، زود برخواد گشتیم و ادامه برنامه امشب را پس از وقفه فراموش نکنید. خوش آمدید دوستان، ادامه برنامه امشب است. یادتان باشه، یادتان اگر باشه، سال پار صحبت کرده بودیم در مورد کار کردن و زحمت و تلاش و پشت کار و دعوت کرده بودیم از چند جوانی که اینجا بیاین حضور پیدا کنن و ما برشان میگفتیم که چلنج از بر شما که با 100 افغانی کی کار کرده میتونه. اما امشب که در بخش اول ما قبلی ما صحبت کردیم عمر حسینی صاحب از زحمت های صحبت کردن که این جوانان هم یک تعداد زیادشون متقبل میشن در پلی شغل و پیشی که دارن، علاقمندی بیشتر و بیشتر دارن به رشته جوجیتسو، زحمت میکشن، هم زمان کار میکنن، شاید هم نانوار خانه شون باشن، لقمه حلال را پیدا بکنن. در این جمع یک جوان است که من بیشتر امروز صحبت کردم، دوستا برای شما که بودین امروز صحبت کردم، ازش میخوایم که بیای و کمک قصه میکنیم برزو هم اجرای همکاریم سلطان علی و شریف جان هم بیننده باشید. میدونیم فرمایید شبت بخیر. شب شما بخیر. نام چی است؟ سعید محمد. سعید محمد. چطور است سعید محمد؟ شکر الحمدلله. مهربانی میشی. سعید محمد، خودت گفتی چی کار میکنی؟ ما کار ارکندشن و ماشین های کلوشیر میکنم، بخش اجبک. ترمیم میکنی؟ بله. خراب که باشه ترمیمش میکنی. خب. بچه کلان خانه هستی؟ بله. نانوار خانه هستی؟ بله. هم جوجیتسو هم کار؟ بله. در دوش مشکل است. خب روزانه چند ساعت به این رشته ورزشی وقت میدی؟ رشته ورزشی ما خو از تایم 6 بجه شروع میشه تایم رمضانی تا 8:30-9 بجه شد. این رمضانی تون بود که گذشت؟ بله رمضانی که بود گذشت. گذشت. و فعلا تایم که هست از 5:30 شروع میشه تایم تا 8:30-9 بجه. بعد از باز تایم شب یا صبح؟ شب. شب. یعنی از 5:30 عصر تا 9 شب. گهگاهی تا 9 شب. بله. خب. در کار چند بجه تا چند بجه میری؟ 8 بجه باید بری دیگه. خب کار 8 بجه است، کار و شغل آزاد است دیگه، تو قید و قلم نداره، محدودیت خاص نداره برای خود. چه قاید میکنی باز در یک هفته؟ خب یه خود دکانداری است دیگه، گفتن نمیتونیم دقیق چقدر است. مثلا یک ماه چقدر خود بود احتمالی؟ احتمالیش یک تخمینی فعلا خب در ماه 4,000-5,000 گزاره و پرده میشه. الحمدلله. آفرین. پیش از اینکه این شغل را داشته باشی بیکار که بودی، او وقت خوب بود یا فعلا خوب است؟ فعلا شغل است، خوب است الحمدلله، فضل مرمت خداوند خانه همکاری میشه. من میخوایم از خودت فقط بشنوم، اما وقتی که در سخت‌ترین کاری که مثلا یک ایر کندیشن یا ای سی را میگن که جور میکنی ترمیم میکنی، شاید خاکش درود بریزه، شاید هم لباسات خوب کثیف شوه، امو لحظه را بر ما قصه کو چی هست برات دست میتم تو یک حالت که میه؟ اون لحظه که از ما کارای کار میباشه، کارای بسیار چرب میباشه، خاکپر میباشه، او مثلا ما خاکپر باشم، او برای ما بسیار افتخار کلان است از اینکه ما دست خدا پیشکس دراز کنم. تشکر. همین صحبت هم میخواستم. تشکر از سید محمد جان، مهربانی پس بفرما. تشکر از برادر عزیز ما سید محمد. فقط اینا میگم که این جوان نمونیش است، اما اجرایی که امشب سلطان علی و شریف هم آماده کرده شبیه به همین سوژه است، همین قضیه است. میخوایم شما ببینین بعد از هم این جوان را کارش و زحمتش را نمونه قرار بدین و اجرای امشب را هم بیننده باشین و بر بگردیم هر کدام ما به خانواده خود ببینیم کسایی که در داخل خانه ما هست و کار میکنن یا نمیکنن، کدامش خوب و بهتر است. به افتخار سلطان علی و شریف جان. اوه خدا، اوه دست از این شوخیزی بیخی دازاب هستم، والا آقا بفهم چی کار کنم. این بچه هم خود در جای خود نبود، این کجا رفته باشه؟ الله
کمرک. اوه باشه چه یک چشم خواب کنم که بیخی سر ما را درد گرفته. اینه میجا خوبه چه یک. وقتی شو او ایزا چار بجه شو از این حالا ملازان میدهی در دروازه کی باشه. خدا خیر کنه، خدا خیر کنه. او خدا آمد بچیم آمد یه همسایه باشه. خدای نخواسته کدام گپ نشده باشه. بیا 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 او بچه. سلام علیکم آقا. تو دهی وقتی شو کجا بودی؟ کت دوستای خود بودم. کجا بودم؟ قول بله کت دوستای خود بودم. میفهمی چند بجه شود؟ ما چه خبر چند بجه شود؟ صبح است اگر چیز کم صبح است. و صبح تو دهی وقت شب کجا بودی؟ گفتم امروی دوستای خود دیگه خو کار هستی چیستی؟ چی لبریدم یک رقم کشالت باش تو معینه که من بزنم. آزیشن کجا رفته بودی دهی وقت شب؟ بانک خواب کنیم آقا. خواب کنیم در خانم نه نه ایمونی خواب کنیم. همراه دوستای خود بودم گفتم. این دوستات آدم های خوب هست، آدم های بد هست. من خونم اشناسیم. این چی رقم دوست هست که شب تو صبح میشینی حالا میایی من خواب میرو؟ همین خوب و بعدش با تو چی آقا جان؟ خود دوست ما از دیگه اگر خوب هم از دوست ما از دیگه بد هم از دوست ما از دیگه تو دو چی کار داری دیگه؟ من مسئولیت این خونه را دارم. او بچه من برای چی میگم؟ به اینمی مسئولیت این میخونه کی میره کی میایه؟ چی مسئولیت؟ با تو خودت یک آدمی به مسئولیت دست اینه بچه من برای نصیحت میکنم. صبح دیگه صبح من نیستم. باز این خونه را کی نور میته بدره کوی خوره کوی تا؟ یکمی تکان میته غیرت کو بچه. آقا مادر خدا میامردم قسم میکرد میگم که میآقای ده من گرفتم شش ماه گم بود از طرف شوید نبود. گفتم خدا نه چه قبا میدی به بنده بار بوده تو را ناگر مادر گفت نه گفت چوکیدار بود. استغفر الله. من تو فکر کردم گفتم البای خودت هم تو بودی. من خودم یک لقمه نون حلال برات پیدا میکردم چوکیدار بودم. میام فکر گفت چوکیداری یک وقت ما دست بشی گفت نزن که قدم تایق دست فرقت میزنم. غیر بزنی تو بان با جام قدر رئیسی یک وقت به قایدر تو بودم افتوسن پدرم سیل نمیتونستم آل تو زبان بازی قدر رئیسی آلو زمان ها خلاص شد آقا جان. چی زمان نشد آله آره خود سعی کردم میتونی دیگه خو بزنی که لو بچه ما یک گبرت بخوبی می نیزدن نیکندن اوخ کمرکم حالا سوال دیگه اصلا میموری خو اینه بچه من میمورم با چی کار میکنی همی خواره کایتا بیادر کایتا چی کار میکنی میره پشت بخت خواره پشت بخت خود میره بیادر ها فامیلی خودشان بره بخود کار کنن مره چی بخود آلونا خود خور دستک هم معیشت زندگی خود بفامیم حالا می تو کله داری دکلت کاپور است یا مغز داری میگم می خود ترکار باز کی نان میتا برو گدایی کنه بیادر کلانش تو چی کل قوم میگه اونه میگه بیادر کلانش هست تو چی رقل لودستی کل شده شوشینی تیر میکنی اما رفیقایت برات نمیگه بچیم تو خانه از خود داری نداری خودشان میشینن میگه خودشان میشینن مر زنگ میزنن بیا بابا که فامیدیم شو شو نشینیست ها دیگه خود نری خود باد بعد از پیشش کمی یا آقا گرزدن از این زیگی تو نیوالای کاکا و پاچه بلند و و چی میگن پاچقر این رقمی گپ واسه تو در نور دور شرایط درست جای بر آمد در دوره شما بچیم بله. که جان آدم مهم برای بلیاز خدا هم پیش سر لط میکنم بلیاز خدا همی کارهای تا پر تو همی شو نشینی های تا گم کو به خودت نقص داره بچی به خودت ولا ما خو رفتنی تو میرم اینه می تو میفهمی و اینه می فامیل یکم مسئولیت پذیر باش بچیم تا که راست میگه پدر جان انشالله دیگه سر این فردا یک کار که شروع میکنم که خودتون پیر زهیر هستی دیگه خود دیگه خود سرما حق داری که باید ما خدمت تو رو بکنیم آفرین خیر بیدیم جوری ناجوری هست خدای نخواسته یک شما مریض شوی مده اوجه در اون محفل چی میگن شو خوش و خوشحال خود دیجه درد باشی این سعی کتو پدر ماسی ببخشی پدر جان مکم زدی بچه ببخشی بسیار اگر مکم زدی یک وقت نماز تا من فکر کنم بیا 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 بچه این زندگی تیر میشه خو
خوش آمدین عزیزای بیننده. ادامه برنامه امشب است و ما هم رسیدیم در قسمتی که مهماندار می باشیم. ظرف قرعه‌کشی هم که پیش ما هست، دو کارت را انتخاب میکنیم، ببینیم شماره کدام عزیزای ما است و امشب در برنامه در کنار ما می باشن و همچنان گیم رقابتی هم که همراهشان اجرا میکنیم، ببینیم که کدام تیم برنده میشه، راه میابه و مرحله بعدی ما. خب ما دو کارت را انتخاب میکنم و شماره عزیزای را هم با خانش میگیرم. ما دو کارت را گرفتی. خواه شماره دوم کی است؟ شما هستین و شما هستین. یک نفرتان میتونین که اشتراک بکنین. ای که کدام تان بدل خودتان است؟ کدام تان میخواین؟ خودت میخوای. خواهر عزیزم مایک گرفته، تشریف بیار و میتونی که بیایی و بشینی. شماره بعدی را هم به خانش میگیریم. شماره سوم است. شماره سوم کی است؟ شما هستین و از او قسمت کیه؟ خو شما هستین. یک نفرتان با مایک تشریف برین. خوش آمدی خواهر عزیزم خودتان به برنامه و میشه که خودتان بشینی و ما همراهتان چند لحظه صحبت داشته باشم، بعدش هم گیم برتان حتما معرفی میکنم. در شروع خو میشه که شما هم خود یک معرفی بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت زایده جان قند و بینندگان عزیز تلویزیون طلو و بسیار تشکری خواست میکنم که شما ما را دعوت دادین. و شهلا سلطانی هستم، فارغ تحصیل رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه خصوصی. بسیار خوب شهلا جان، خوش آمدی به برنامه و شما هم خود معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم گلشن است، گلشن رحیمی. سلام عرض میکنم برای شما و کسانی که بیننده تلویزیون طلوع برنامه امشب هستن. گلشن جان خودت هم خوش آمدی به برنامه و در این قسمت از برنامه هم دوستان ما گیم داریم. گیم ما هم قسم شما میبینید دو تخته است و همون نقاط که هست باید آبی را در آبی، نارنجی را در نارنجی و همون هر رنگ که هست در مون رنگش وصل بسازین. البته قوانین بازی هم قسمی است که باید خط سر خط نبیاید. اگه آمد چی میشه؟ از میشین یا هم برنده نمیشین که را پیدا بکنین به مرحله بعدی که گیم های اصلی برنامه ما است که او را هم برتان انشالله معرفی میکنم و انشالله که دوستا هم بیننده برنامه ها بوده باشن و با گیم های برنامه حتما آشنایی هم دارن. شما آماده هستین که بریم پیش تخته؟ خیلی خوب است، من هم آماده هستم، دوستا هم آماده هستن. مایک هم با خودتان بیارین و میشه که برمه بتین چون در وقتش صحبت کردن نمیتونین. گلشن جان دل خودت نیست که بیایی مقصد. مایک هم گرفته بیازم و خودت هم میشه که پیش او تخت خی بری؟ آماده هستی؟ شروع بکنین دیگه. ببینیم که کی زود تمام میکنه. هر کس زود تمام کرد اونمو برنده میشه چون زمان ما برتان تعیین نمیکنیم. مایک میشه با ما بتی راحت کارت بکنی. هر کس که زود تمام کرد برنده میشه. خب این خو اشتباه است چون سر خط تیر شده میشه که پاک کنی و سر بله بله شما اثر میتونی که وصل بکنی ولی قسمی که خط سر خط نبیایه پاک کنین. اینجا تخته پاک هم هست، شما میتونی از اینا هم استفاده کنین. هنوز وقت دارین، میشه که دوباره وصل بسازین. فکر کنم گلشنم کم کم تکمیلش کرد. تکمیل کردی گلشن؟ خب ما ببینم که تکمیل کردی. بله خیره. بعدش که تکمیل شد از اردوشان، ما و دوستایی که بیننده هستن حتما قضاوت میکنیم ببینیم که کدام تیم برنده میشه. شما هم تکمیل کردین؟ خب بازم یک اشتباه کردین چون که سر خط آمده. ولی حال دیگه نمیتونیم، ما برتان یک بار چانس دادیم، دو بار خود چانس داده نمیتونیم. نه خودتان قبول کردین که گلشن جان برنده شد؟ خب گلشن جان اینال خودت بر ما بگو که چه قسم خط در خط آوردی امورا که دوستا هم ببینن که برنده شدی واقعا یا خیر. اول سبز بردم در سبز. اما تو کت دستت نشان بده. اول سبز بردم در سبز، گلابی را آوردم، باز نارنجی را از یاتی کت بردم در اینجا، باز زردم از این قسمت آوردم در اینجا. خب بسیار خوب که ما خودت هم برنده انتخاب میکنیم. خیلی میریم در جای خود یک کم صحبت هم اونجا داشته باشیم و بپرسیم که در این روزا دوستای ما مصروف چی کار بار هستن و بعدش هم باز انشالله که گیم همراهتان میداشته باشیم. شما هم مایک را بگیرین و میشه که یک کم بگوین که مصروف چی کار بار هستین. ما خودم دیگه کورس انگلیسی میرم به خاطر رشته ادبیات انگلیسی و استادم هستم. دیگه درس میتونم، شکر الحمدلله شکر مدارس داریم. دیگه نماینده مدرسه ما هستم و مدیر مسئول شما هستیم. خب بسیار خوب.
چطور خواستین رشته ادبیات انگلیسی را انتخاب بکنم؟ ما از سن خردکی زیاد علاقه داشتم و همیشه می آرزوی من بود که هم یک استاد انگلیسی شوم و هم یک استاد قرآن کریم و از به می آرزوی خودم رسیدم. فعلا از 100% چند فیصد انگلیسی بلد هستی؟ فعلا 50% میتونم، به خاطر که در پولیش میتونم شاگرد دارم، در خانه درس میتونم، اما برام زیاد پیشنهاد میشه، وقت ندارم که برم، به خاطر که تمام روز ما در مدارس تیر میشم. چند سال میشه که در مدرسه ها تدریس میکنی؟ در مدرسه تقریبا ما 2-3 سال پیش ترتیل چیزای ما خلاص کردم، تجوید ما باز دوباره شروع کردم، گفتم باش که درست پخته شویم، اما 3 سال میشه که تدریس میکنم، درس میتونم. بسیار خوب، مدت 3 سال میشه که بله. تدریس میکنن، انشالله همیشه موفق هم باشین. از گلشن عزیزم بپرسیم کدام مصروف چی کارو بار هستم؟ من مصروف درس خواندن مدرسه قرآن کریم هستم، درس میخوانم. دیگه مکتب تمام کردین؟ نه خیر، انشاءالله که بخیر یک روز درهای بسته باز شد و شما دوباره برگردین و ادامه تحصیلاتتان را بتین. خب بسیار خوب، با میخوایم ازت بپرسم که چی را زیاد دوست داری که در آینده مثلا ادامه بیتی و در درس بخوانی؟ کدام رشته رشته دلخواه خودت است؟ رشته دکتری هم است، ژورنالیسم. بسیار خوب، ژورنالیسم. انشاءالله که یک شبایت انتخاب میکدی. خب ژورنالیسم. ژورنالیسم انتخاب میکنی. دوست داری گرداننده شوی؟ بله. کدام برنامه ها؟ برنامه تفریح یا فرق نمی کنه دیگه مخصوص، ولی بسیار هم تو تیپ آرام داری. بله. برنامه تفریح را باز انشالله که شاد پیش ببری دیگه. بله. بسیار خوب، انشالله که موفق و سربلند باشین. شما هم در بخش بعدی برنامه هم با شما و هم تیمیتان می باشیم، گیم هم داریم. تشکری میکنم از شما، اگر پیام گفتنی داریم بسیار کوتاه میشه که به دوستان بگیم. من امی پیام است از برادران امارات اسلامی که می دانشگاه را برای جوانان باز کنم، چون جوانان ما خیلی عقب مانده شدین، مخصوصا دخترای ما در خانه. بله. چون زیاد خیلی خانم‌ها دختر افسردگی گرفتیشان، همین خواهش ما است و دعا میکنم که مکاتب دانشگاه برای جوانان ما باز شود انشالله به یاری خداوند متعال. بله انشالله که بخیر درهای بسته هم باز شود. جا داره تشکری هم بکنیم از حامی مالی برنامه خود با نوشیدن انرژی آیس کینگ، قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرین. عزیزا شما میتونین آیس کینگ خریداری کرده و نوش جان بکنین، در کنار شما هم آیس کینگ است، شما میتونین از آیس کینگ استفاده کرده نوش جان کنین. شما هم جای نرین، ما رفت و برگشت خیلی کوتاه داریم و در ادامه هم بخش گیم های برنامه داریم. سلام و مجدد عزیزای بیننده، ادامه برنامه است. رسیدیم به بخش پایانی برنامه. دو مهمان عزیز در کنار ما هستن، گلشن جان و همچنان همتیمیشان هم خود حال بر ما معرفی میکنن. ای که کی هستن خودشان برتان میگه. سلام، شب شما بخیر، اسمتان؟ سلام خدمت شما، اسمم خورشید سلطانی است، یکی از شرکت کنندگان این برنامه امشب. خورشید جان خودت هم خوش آمدی به برنامه، با گلشن چی نسبت داری؟ خوش باشین، دوستم است. دوستتان است؟ چقدر وقت میشه دوست هستی؟ 2 سال میشه. 2 سال میشه با گلشن. بلی. دوست هستی. بلی. گلشن دوست عادیت است یا دوست صمیمی؟ صمیمی. صمیمی. خب باشه، از گلشن عزیزم بپرسیم که چرا خورشید دوست خود انتخاب کرده؟ به خاطر من از وقتی که باش آشنا شدم خیلی یک دختر خوبی است، زیاد دختر شوخ هم است. دیجا خب من تا جایی که خورشید دیدم بسیار هم تو عاجز و آرام شیشته. دیجا دیگه عاجز است. خب یعنی کمرای خودت که باشه باز شوخی میکنه. خب یک خاطره جالب تا امرای خورشید که داشته باشی یا هم یکی از شوخی های تانا میشه که به ما قصه کنه؟ به یادم نمیه یوقع. از خورشید از خودت چطور؟ به یادت هست؟ نه میای به یاد خودت؟ نه خیر. هیچ خاطره جالب با یکی دیگه تان ندارید؟ داریم دیگه، آل از یاد ما رفته. آل از یادتان رفته، خب خیر. دلا بلای برنامه حتما ازشان میپرسیم، اگر یادشان آمد. آل هم ما 3 گیم داریم، 3 کارت داریم و 3 گیم است. کارت سفید که بازی حدس است، کارت آبی که بازی رسامی است و کارت طلایی که بازی پشت به هم است. ما بسیار وقت شده که برنده کارت طلایی نداشتیم، انشالله که این 2 خواهر ما از جمله کسایی باشن امشب که جایزه کارت طلایی را برنده شون و بخیر طرف خانه ببرن. بازی کارت سفید که گفتم بازی حدس است، ما 5 کلمه را به خورشید نشان میتم، خورشید فقط 10 ثانیه زمان داره که مشخصات شه به گلشن بگویه. آماده هستین؟ بله. ما کلمه اول به خورشید نشان میتم. خورشید زمان شروع شده؟ آینه.
آینه یک تشویق هم شما داشته باشین، ولی دیگه که صحبت کردین کم بلندتر و با انرژی صحبت بکنین که دوستان هم بشنوند که شما چی گفتین و کلمه که انتخاب هم شده بود آینه بود که تانستن از آینه یک امتیاز را بگیرن. میریم سراغ کلمه بعدی. خورشید دیگه خوب اما تا آماده است که امشب کارت طلایی را بخیر ببره خانه. چطور؟ اما تو نیست؟ بله. کلمه را برات نشان دادم، زمانت هم شروع شده. چیزی هست که مریض میشی باز استفاده میکنی؟ دوا. دوا یک تشویق بازم داشته باشه. کلمه که انتخابم شده بود دوا بود که تانستن بازم یک امتیاز بگیرن. سه کلمه مانده دوستا و اینا فقط نیاز به یک امتیاز دارن. چقدر خوب پیش رفتن. انشالله که همه تو پیش برین و جایزه کارت طلایی را به خیر بگیرین. خب ما کلمه را برات نشان میتم، زمانت شروع شده. چیزی هست که در مکتب استفاده میکنی؟ کتاب؟ نه خیر. بایک؟ با دست اشاره نباشه. سه، بایک، دو، یک و تمام. خودت میتونستیم بسیار مشخصات دیگه هم بگویی ولی نتونستن. کلمه که انتخاب شده بود کامپیوتر بود. خورشید عزیز فقط میتونی با زبانت بگویی، درست است؟ با اشاره نه، چون که باز یک نوع نقل رسانده میشه به گلشن. ما کلمه بعدی رو برات نشان میتم، زمانت شروع شده. چیزی هست که چوبه امروش میدن میکنی؟ تیشه؟ تبه؟ بل؟ یک تشویق داشته باشیم بکن. خودت گلشن رو یک رقم دل نادل جواب میداد که خدا نه درست است یا نه نه درستم بود. سه امتیاز را پوره کردن و برنده کارت سفید ما امشب دوستای ما شدن، را یافتن به مرحله بعدی و کارت آبی ما و بازی رسامی است. و اینکه کی میخوای رسامی بکنه از خودشان میپرسیم. رسامی من میکنم. خودت میکنی؟ بله. یاد داری گلشن؟ بله. بسیار خوب. خیلی ما و گلشن میریم پیش تخته و کارت سفید هم باید ما به خورشید عزیز تقدیم بکنیم، چون که برنده شدن و انشالله که جایزه هم از آن خود بسازن. امشب تبریک شما باشه و شکر از شما. گلشن عزیز ما 10 شماره داریم و خودت 20 ثانیه زمان داری. در 20 ثانیه هر تصویری که انتخاب شده بود باید رسامی کنی و پیش از اینکه زمان تکمیل شود باید خودت بگویی که چی را رسامی کرده. اگر نه که زمانتان تکمیل شده بود باز وقت ما برتان چی امتیاز داده نمیتونیم. آماده هستی؟ بله. خیلی خورشید به ما یک شماره انتخاب میکنه. 4. شماره 4 انتخاب کردن. من شماره 4 را میارم به گلشن نشان میتم. گلشن زمانت هم شروع شده. خورشید خودت هم عجله داشته باش. یگان چیز بگو هرچی که در ذهنت میاد. پکه. زمانت خب پکه را دیگه تکمیل کن. خب پکه گفت یک تکمیل کن. من تا جایی که دیدیم پکه همون سی پرم میگن. بایان سی پرم داشته باشه. خیلی شد. گرچه زمان تان تکمیل شده ولی گفت که پکه باز قسم هم نمی باشه دیگه، که فاصله از این شقه باشه از این شقه باز از این بیخی زیاد باشه. تصویری که انتخابم شده بود پکه بود. تانستن که یک امتیاز بگیرن و یک امتیاز را تبریک شما میگم. انشالله که امتیاز بعدی هم از آن شما شوه بخیر. شماره بعدی؟ 5. شماره 5 را انتخاب کرد. من شماره 5 را میارم با گلشن نشان میتم. زمانتم شروع شده. بسیار یک تصویر جالب از دوستای عزیز. انشالله که بتونن درست رسامی بکنن. خورشید عزیز خودت هرچی که در ذهنت میایه بگو. زنبور؟ زنبور نه. خودت گلشن جان نمیتونی که گپ بزنی. 3 2 زنبور. 1 و تمام. پشک یا چی؟ زنبور گفتی؟ بله. به نظر شما چی است؟ خرگوش. به نظر شما؟ مرچه؟ موش. بله. تصویری که انتخاب شده بود چی بود؟ موش. موش بود. ولی موش کشیده بود؟ تفاوت بسیار زیاد داشت و امتیاز هم نگرفتن. خب خیرانوز یک تصویر باقی مانده و یک امتیاز دیگه. انشالله که از او بتانن یک امتیاز بگیرن و برنده شوند. شماره بعدی خورشید؟ 2. شماره 2 را انتخاب کرد. من شماره 2 را به گلشن نشان میتم. زمانت هم شروع شده. این بار تصویر ساده است. انشالله که بتانن این درست رسامی کنن. تلویزیون؟ خب تلویزیون. بله. و ما منتظر بودیم که فقط تلویزیون تکمیل شود تا که تصویرش هم به دوستان نشان بدهیم که بله تلویزیون بود. تانستن 2 امتیاز را از این مرحله هم بگیرن و برنده شوند.
با کارت آبی ما. ای که میخواین ادامه بتن یا نمیخواین این از خودشان میپرسیم، ولی ما برتان فقط هم قدر یادآور میشم اگر جایزه کارت طلایی ما را برنده شدین از آن شما میشه، اگر نتونستین که کارت طلایی ما را برنده شوین جایزه کارت سفید را میگیرین. آل دیگه دست خودتان است که میخواین ادامه بتین یا میخواین که همینجا بس کنین جایزه کارت آبی را بگیریم. ادامه میتین. خب بسیار خوب، میریم و ما هم سوالات را که تهیه کردیم از به دوستای ما میگیرم و همچنان تخته را شما میتونین که همراه ما بیایین. خودتان هستین، میشه یک تخته را خودت بگیری خورشید عزیز، یک تخته را گلشن میگیره، ایره هم خودت بگیر. تخته پاک هم میتونین راحت بگیرین چون که زودتر پاک کده بتانین و خودت هم قسمت استاد شو، شما هم قسمت استاد شوین. خب دوستای عزیز، رسیده به مرحله سیوم گیم های برنامه ما و بازی پشت به هم. من سه پرسش از دخوار عزیز ما میپرسم، سه پاسخ یکسان را باید بر ما ارائه کنند. اگر بتانند حداقل دو امتیاز را بگیرند برنده این مرحله ما هم دوستای ما میشن. انشالله ما شروع میکنم. سوالات بسیار ساده است، انشالله که بتانند پاسخ های یکسان را بر ما ارائه کنند. آماده هستین دخترا؟ بله. خب بسیار خوب، اسم کتاب مورد علاقه ایتان را نام ببرین. زمانشان هم شروع شده و ببینیم که دوستای ما چی نوشته میکنن. جواباتشان یکسان میباشه یا هم خاص. هر وقت تکمیل کردین باز میشه که به دوستا هم نشان بتین که دوستا هم ببینن نقل نباشه. اگر نقل میکنین باز ما براتون امتیاز دادن نمیتونم. تکمیل کردین هر دویتان. گلشن چی نوشته کردی؟ انگلیسی. انگلیسی. خورشید چی نوشته کرده؟ سیرت. کتاب سیرت نبی نوشته کرده که متاسفانه جوابشان یکسان نبود و نتونستن امتیاز بگیرن. خب میریم سراغ سوال بعدی، ببینیم که این بار چی میکنن دوستای ما. آماده هستین؟ بله. آماده هستن. یک منطقه پر ازدحام شهر کابل را نام ببرین. زمانشان شروع شده. دخترم از صدای نقلتان را میشنوم. خوب است نقل لاتین، ببینیم که خودشان چقدر میتونن که پیش برن از استعداد خود. وقتی که تکمیل کردین و دوستان نشان بدین که دوستان ببینن شما چی نوشته کردین. خب خورشید چی نوشته کردی؟ شار. شار. گلشن؟ لیسی مریم. لیسی مریم. که متاسفانه بازم جواباتشان یکسان نبود. دوستای ما امشب جایزه کارت سفید را برنده شدن. میریم در جای خود جایزه را هم به دوستای ما تسلیم میکنیم و ای که چی است ما هم نمیفهمم. خوب است که شما هم در جایهایتان بشینید. ای هم ظرف است که جایزه کارت سفید ما است. خودتان انتخاب کنید. خواه دوست دارین چی باشه جایزه کارت سفیدتان؟ هر چیزی که میتونه قبول داریم. هر چیزی که بود قبول دارین؟ بله. گلشن چی میخواه؟ از ما هر چی که بود قبول دارم. هر چی که بود قبول بله. دارن. خب بسیار خوب، جایزه که امشب دوستای ما از آن خود ساختن ساعت دیواری است. انشاءالله که بخیر خانه ببرن و استفاده بکنن. و همچنان من هم خوشحال شدم از اینکه امشب دو عزیز را در کنار خود در برنامه داشتم و همچنان عزیزایی که میخواین در برنامه خودشان برنامه امشب اشتراک بکنن میتونن که به شماره واتساپ برنامه ما 0711995267 پیام بگذارن. ما حتما در برنامه های بعدی میخواهیمشان و اگر پیام گفتنی دارن بازم میتونن که به شماره واتساپ برنامه ما گفتنی های خود را بر ما ارسال بکنن. ما شب های بعدی حتما در برنامه به خوانش میگیریم. تشکر که تا این دم همراهی ما کردین و داشته های امشب را به پایان میرسانیم. تا فردا شب الله مددگارتان.